خب هر که را در جان خدا بنهد محک، مر یقین را باز داند اوز شک. اگر کسی معیار و محکی در جانش باشه که ما اون رو بصیرت مینامیم، چنین کسی میتواند یقین رو از شک باز شناسد. این رو توضیح بیشتری میدم، بیایم پایین تر تا این قصه روشن‌تر بشه. مثالی میزنه: در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه آرامد که بیرونش نهد. شما غذا میخورید، ریگی در غذای شما هست یا خاشاکی، شما رو ناآرام میکنه. وقتی که این خار رو بیرون آوردید، اون موقع آرامش پیدا میکنید. خب در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. صد تا لقمه میخورید، یکیش اگر ناگوار باشه یا خاردار باشه، حس شما چون زنده است. حرفش اینه، میگه حس مرده پی نمیبره. شما لقمه خاردار تو دهان مرده بذارید تشخیص نمیده. زنده که باشه حس میفهمه که این لقمه است یا خارداره یا ریگ داره یا غیره. پس دو جور حس داریم: حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت اون حس بخواهید از حبیب. میگوید که ما دو جور حس داریم. یکی حس دنیا داریم، همین حواسی که در بدن سالم هست که میتواند تلخی رو از شیرینی تمیز بده، لقمه باخار رو از لقمه بیخار تمیز بده و امثال اونا. یک حس دیگری هم هست که میتونه حق رو از باطل تمیز بده، میتونه شک رو از یقین تمیز بده. یه حس دیگری هم آدمی میتواند داشته باشه. بعد میگوید که از کجا پیدا میکنید؟ صحت این حس بجویید از طبیب. برای اینکه حواس ظاهرتون سالم بشه، برید پیش طبیب، طبیبان دنیاوی، تا اگر عیبی و نقصانی داره علاج کنن. اما صحت اون حس بجویید از حبیب. حبیب یعنی ولی خدا، حبیب خدا. برای اینکه اون حواس باطنه حق شناس و باطل شناس شما تعمیر بشه و تصحیح بشه و سلامت پیدا کنه، برید پیش حبیب. باز صحت این حس معمولی تن، صحت آن حس ویرانی بدن. باز یک راه و شیوه دیگری هم معرفی میکنه. میگه این حس، یعنی هم حواس ظاهره که تلخ و شیرین رو میفهمید، این از آبادی بدنه. بدنتون هر چه سالمتر، آبادتر و غذاهای بهتر بخورید، ورزش بیشتر بکنید، این حس هاتون سالمتر میشه و قدرت تشخیص بهتری پیدا میکنه. اما برعکس، صحت اون حس ویرانی بدن، اون حس دیگر رو وقتی پیدا میکنید که این بدن رو ویران کنید. خب دیگه این همون مسئله است که صوفیان و عارفان همیشه، یعنی ریاضت بر بکشید. اگه زیادی به خودتون برسید، فقط فکر شکمتون باشید، فکر لذتتون باشید، انتظار نداشته باشید که چشم باطنتون بینا بشه. ما دیگه الان نزدیک ماه رمضان هستیم و به قول مولانا گفت چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. گر تو این انبان، یعنی انبان شکم، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. اگر این انبان رو کمتر پر کنی و خالی نگه داری، اون انبان دیگه که میشه همون روح تو، اون پر میشه، پر از گوهرهای اجلالی میشه، یعنی گوهرهایی که جلال خداوند و جمال خداوند در اونجا حاضر است. این تعلیمی بوده که عموماً همه عارفان می‌دادن. سعدی هم گفت اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. میگه چون حکمت داده شد تا اینجا خوردی که پری از طعام تا بینی. دیگه چیز دیگه جا نمیگیره، دیگه چی می‌خوای دیگه؟ یه جمله‌ای داره مولا علی در نهج البلاغه: الف بتنه تو تذهب بالفتنه. بتنه که از همون کلمه بطن میاد، یعنی شکم بارگی و شکم خارگی، پرخوری. فتنه که با تینه، همون فتانت است، یعنی زیرکی. بتنه مانع فتنه میشه، یعنی پرخوردن ضد زیرکی است. آدم خنگ میشه اگه خیلی زیاد بخوره، همین تتمه عقلش هم از دست میده. خب این